أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برادران عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلسلة درس های تفسير در ماه گذشته سورة قل يا أيها الكافرون خواندیم. امروز سوره که بعد از او سوره قل یا ایها الکافرون هست سوره نصر هست. سوره نصر بین یکی از نامهایش که قرآن عظیم شان هست نصر و نصر کمک ما نامیده فارسی کمک یا یاری و یکی از نامهای دیگر که برش ثبت کردین خود آیت اول سوره نصر هست. اذا جاء نصر الله والفتح کلمی آیه با عنوان نام سوره هم انتخاب شده و یکی از نامهای دیگر که علما مفسرین ثبت کردین فتح هست. فتح پیروزی و این سوره یک پیام غیر مستقیم هم هست بر رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که سوره نازل میشه یک پیام غیر مستقیم بر از بود که پیامبر صلی الله علیه و آله از بین شما رحلت میکنه. ابن کثیر یک روایت ثبت میکنه که حضرت عمر رضی الله عنه با بزرگای قوم با بزرگای قریش وقتی که نشست میکرد ابن عباس هم معمولا با خود می آورد. باز اینا گفتن چون این بسیار بچه جوان هسته ما هم اولادای جوان داریم اما در این مجلس بزرگا و کلانا اولادای جوان خود نمیاریم. یک شکل میخواستن که معلومات پیدا بکنن که چرا ابن حضرت عمر رضی الله عنه علاقه داره که ابن عباس با خود بیاره. بازی پیام وقتی که برای حضرت عمر رضی الله عنه میرسه ابن عباس باز میاره و از پیش از اینا یک سوال میکنه راجع به سوره. پیام حقیقی از این سوره چی بود؟ نصر. بازی اینا تفاسیر مختلف میکنن، بعضی ها مانای تحت لفظیش هم میگن، اما از ابن عباس وقتی که پرسان میکنه میگه سوره نصر وقتی که نازل شد یک پیام غیر مستقیم بود برای رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله از میان ما که کار دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله تمام شد و دین و کمال رسید، پیامبر صلی الله علیه و آله از میان شما میره. باز اصحاب تعجب کردند. حضرت عمر رضی الله عنه میخواست که برای زینا این پیام برسانه که ابن عباس کسی هست که قرآن عظیم شانه نسبت به هر کسی دیگه خوبتر درک میکنه، چون پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به ابن عباس دعا کرده بود که الله سبحانه و تعالی درک قرآن عظیم شان، فهم قرآن و علم دین برش نصیب بکنه و نسبت به هر کسی دیگه قرآن عظیم شان خوبتر درک میکرد. سوره آغاز میشه با کلمه اذا جاء نصر الله والفتح. اذا زمانی که یا وقتی که وند انگلیسی زمانی که نصرت الله سبحانه و تعالی میرسه. اذا جاء نصر الله والفتح، چون هنگامی که فتح و پیروزی به یاری خدا فرا رسد. در اینجا علما دو مسئله را در اینجا بیان میکنن، یکی که اول نصرت هسته بعدن فتح هست و ابن کثیر هم خود کلمه فتح در آخر آیت اولش فتح مکه میگه هست، چون الله سبحانه و تعالی وقتی که این سوره را نازل میکنه این سوره هست که در قرآن عظیم شان هست و آخرین سوره هست که بر پیامبر صلی الله علیه و آله آمده. میفهمیم که آیات مختلفی که آیاتی که در عرفات آمد آیات مختلف هست آیات این، اما این سوره کامل هست، سوره که به شکل کامل آمده در روزهای آخر حیات پیامبر صلی الله علیه و آله این سوره هست. و از زمانی که سوره بر پیامبر صلی الله علیه و آله هنوز مسلمان ها مکه را فتح نکرده. وقتی که سوره می آید در حقیقت یک پیام هست، مژده هست بر مؤمنین و بر مسلمان ها که تقریبا 13 سال اینا انتظار کشیدن که اینا داخل مکه میشن و بعدن اینا مکه را فتح میکنن. کلمه نصرت علما میگن بعد از فتح، مهم بودن کلمه نصرت کمک بعد قبل از فتح چی معنا میده. یه تو برداشت میکنن که هر پیروزی که نصیب مسلمان ها میشه، نه تنها فتح مکه که
پیام اصلیش، پیام مرکزیش فتح مکه هسته، اما قرآن چون کتاب جاوید هسته تا آخر زمان باقی میماند، تمام پیروزی هایی که نصیب مسلمان ها میشه از پیروزی مکه گرفته تا آخر زمان کل شامل میشه یک. و تمام پیروزی ها و کامیابی هایی که شامل افراد میشه، اینا اتفاق نمیفته و دستاورت ها و دست نمیه مگر نصرت الله سبحانه و تعالی شامل آلتان شد. که شما هیچ چیزی را و دست آورده نمیتونین، هیچ کامیابی را شما کسب کرده نمیتونین مگر اینکه الله سبحانه و تعالی نصرتش اول شامل حالتان شد. از او خاطر کلمه نصرت قبل از فتح هست که بر انسان این درس همه رسانه قرآن عظیمشان که اگر تو در زندگی خود موفق هستی در کارت و در زندگی خود نسبت به عام مردم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی یک اندازه بالاتر هستی، این فضل الله بدان بس، هیچ چیز دیگه نیست، این فضل الله هست، نصرت الله شامل حالت شده. چون الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان خودم کلمه خودنمایی که کس خودنمایی میکنه ای را بسیار بد دانسته. الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره حدید هست در آیه 21ش که هیچ مصیبتی در زمین نمیرسه، در زمین در مجموع هر مصیبتی که در زمین میرسه مانده در نفس های شما مگری که قبلا در کتاب ثبت هست. این کار میگه بر الله سبحانه و تعالی آسان هست و بعدن باز میفرمایه کی را ما به خاطر ازی میگه بر شما گفتیم این مطلبه که وقتی خوشی ها برتان میرسه، موفقیت ها برتان میرسه، کامیابی ها برتان میرسه، زیاد خیز و جست نزنین. وقتی غم و پریشانی برتان میرسه زیاد ناامید نشین. و الله سبحانه و تعالی هیچ انسان خودستا را دوست نداره. نه تمام چیزا که میرسه برای انسان ای از جانب الله سبحانه و تعالی هست. فقط از این آیت اولش اگر ما این مطلب رو بگیریم در حقیقت ما تانستیم از این نشست خود استفاده بکنیم. آیت دوم و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. و رأیت تا مخاطب پیامبر صلی الله علیه و آله هست، مستقیم الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و آله مخاطب قرار میده که تو میبینی، رأیت دیدن، رأیت تو میبینی که انسان ها داخل میشن در دین فوج فوج، گروه گروه، فرقه فرقه. کلمه دخله، علما سر کلمه دخله تمرکز میکنن بیشتر، کلمه دخله میگن در اینجا بسیار زیاد مهم هست چون کلمات قرآن عظیمشان بسیار زیبا و ظریف هستن. دخله داخل شد در گذشته، یدخلو داخل میشه، یدخلون جمعش هسته، دخول داخل، دخول خروج، به فارسی ما داریم تقریبا این کلمه را. علما میگن این کلمه بسیار جالب و خاطر از این هسته که الله سبحانه و تعالی میگه در دین اینا داخل میشن. داخل شدن مثل ازی که در یک چیز داخل شوی، و الله سبحانه و تعالی دین مثل یک خانه فکرش بکنه، نیره تشبیه میکنه مثل یک چیزی که سقف داشته باشه و یک را داشته باشه که داخل شوی. وقتی که داخل میشی در دین و هر کسی که داخل شوی یه فوج گفته که پس همه میگه میبینی که فوج فوج داخل میشن چون اکثر اقوامی که در اون زمان زندگی میکردن اینا پیش خود تو یک سنجش کرده بودن که اگر پیامبر حق باشه اول این بالای قوم خود غالب میشه، اینا رو شکست میده در این مبارزه. وقتی که غالب شد ما قبول میکنیم که پیامبر بر حق هست، باز قبولش میکنیم. وقتی مکه فتح همیشه تعداد زیادی از مردم و مجرد کعبه فتح همیشه اینا قبول میکنن اسلام، اما خود کلمه دخله یدخلون که جمعش هسته این بسیار جالب هسته که چون داخل میشی در دین تمام چیز در امن هست، مثل که در داخل خانیت میشی وجود در امن هست، فکر در امن هست، در حقیقت امنیت، سلامتی، آرامش روح و روان شامل حالت میشه وقتی که در دین داخل شوی. و در حقیقت آزادی حاصلی را انسان وقتی که در دین داخل میشه آزادی حاصلی را کسب میکنه. انسان در زندان نفس خود هست، در زندان هوا و هوس خود هست. وقتی میتونی از این زندان ها برای و رهایی پیدا بکنی که دین قبول بکنی، دین این زندان های نفس مشکنان زنجیرهایش هست. در حقیقت داخل شدن در دین آزادی را نصیب انسان میسازه، امنیت را نصیب انسان میسازه، آرامش روح و روان نصیب انسان میسازه. و آیت سوم فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا.
در آیت سیومش که اکثر برادرها یاد دارن الحمدلله سوره نصر، آیت سیومش سه مطلب در این یک آیت بیان شده. کلمه فسبح، خود فا پیش از سبح، فای سببیه ای را میگن در عربی، که پیش از او که یک چیز اتفاق افتیده باشه باز بعد از او چیز دیگه اتفاق بیفته و تعقیب یک عمل دیگه صورت بگیره. در بالا اوجا مثلا نصرت یاد شد، فتح یاد شد و داخل شدن مردم در دین. در اینجا وقتی که میگه این چیزا وقتی که اتفاق افتید، الله سبحانه و تعالی بر پیامبر صلی الله علیه و آله، مخاطبش پیامبر صلی الله علیه و آله هست که حکمش باز عام هست بر همه ما، بر پیامبر صلی الله علیه و آله میگه فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا. سه مطلب در اینجا هست: سبح، حمد، استغفار. خود کلمه سبح ای بسیار برای ما، مخصوصا ما وقتی که قرآن مطالعه میکنم، زیاد تحقیق میکنم، یگان کلمات قرآن عظیمشان واقعا آدم تکان میده. خود کلمه سبح که همراه دکتر صاحب ما یک روز صحبت کردن، دکتر صاحب بیان در عربی خود همی اوبازی را میگه، که مثلا یک بچه اگر اوبازی کرده باشه میگه سبح، او بچه اوبازی کرد. اگر اوبازی بکنه یسبح، اوبازی میکنه. اگر چندی نفر را اوبازی بکنن تو سبحون هم برش میگه، یسبحون برش میگه. الله سبحانه و تعالی این کلمه را راجب بر خود چیز میکنه. در قرآن عظیمشان چندین سوره هست که با کلمه سبح استفاده شده، تسبیح میگویند، یعنی خود کلمه مانایش تسبیح هست. اما در عربی ای اوبازی ها مانا میده. علما میگن که چرا الله سبحانه و تعالی این کلمه را استفاده میکرده در چندی جای قرآن عظیمشان؟ اوبازی چی ارتباط داره با ثنا و صفت الله سبحانه و تعالی؟ حتی راجب افلاک که میگه کلون فی فلکین یزبهون، امی اشجار سماوی را که شما میبینین، اینا کلشان در مدارهای خود شنا میکنن، شنا آبازی میکنن. اما این کلمه را راجع به خود هم استفاده میکنن. سوره حدید با این شروع میشه: سبح لله ما فی السماوات والارض، یسبح لله ما فی السماوات والارض. هر آن چیزایی که در آسمان ها و در زمین هست الله سبحانه و تعالی را تسبیح میکنن. علما میگن که این کلمه آبازی را وقتی که استفاده میکنه الله سبحانه و تعالی، ای یک چیز داره بر انسان میرسانه. آب باز و کسی که شنا میکنه در سر آب خود نگاه میکنه وقتی که شنا میکنه. اما هدف شنا می است که سر آب خود نگاه بکنی. وقتی که شما الله سبحانه و تعالی را تسبیح میکنین یا تعریف میکنین، در حقیقت شما در مغز خود، در فکر خود، الله سبحانه و تعالی را در اوج کبریایی و عظمت بزرگی قرار بدین. تو نشک وقتی که شما الله سبحانه و تعالی را تسبیح میگین، چیزایی در فکرتان بیا راجع به الله سبحانه و تعالی که در او نقص هستن. الله سبحانه و تعالی را در حوج کمال، در حوج قدرت، در حوج کبریایی بزرگی باید شما فکرش بکنین و به این ایمان داشته باشین، عقیده داشته باشین. مثل که عباس نهایت کوشش میکنه که سر آب خود نگاه بکنه. کل صفات الله سبحانه و تعالی در حوج بزرگی و کبریایی هستن. اما قسم وقتی که تسبیح میکنین، الله سبحانه و تعالی در ذهن خود هم قسم باید شما الله سبحانه و تعالی را قبول داشته باشین، برش ایمان داشته باشین. کلمه دوم حمد، بعد از اینکه کار کردین حمد، تمام صفات جمله ثنا و صفات از ازل تا ابد به هر وسیله که نازل شده باشه یا نازل شوه بر الله سبحانه و تعالی هست. بعد از این وقتی که را قبول داشتی و این باور داشتی، باز تمام صفات بر الله هست. حتی خود قرآن عظیمشان الحمدلله رب العالمین شروع میشه. این را میگه وقتی که چیزا اتفاق افتاد در بالا، با شما بزرگی الله سبحانه و تعالی را و موی حوج بزرگی کست حفظش بکنین در مغز خود و همزمان تسبیح حمدش بکنین. و سیوم استغفار، کلمه که در اینجا توجه مفسرین علما را جلب میکنه، چون مخاطب هم بس اسلام هسته، میگن بر پیامبر صلی الله علیه و آله گفت استغفار، چون عقیده اهل سنت و جماعتی است که تمام انبیا معصوم هستند. چرا الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که فسبح بحمد ربک، ای دو تاش خو صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله باید الله سبحانه و تعالی را تسبیح بگه، حمد بکنه. استغفار وقتی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله میایه، ای چه قصه میره درک بکنه یک کسی که این آیه میخونه یا سوره؟ برای ما خود درکش آسان است که کل ما مرتکب گناه و خطا میشیم. هر لحظه که میگذره یک گناهی میکنیم، خداگاه خود ما بفهمیم یا نفهمیم مرتکب گناه میشیم. و پیامبر صلی الله علیه و آله چطوری مثلا این کلمه را الله سبحانه و تعالی برش استفاده میکنه که استغفار بکو؟ علما استغفار در دو کاتگوری در مجموع تعیینش میکنن.
کتگوری اولش که استغفار بر تمام گناهایی که انسان انجام میده که استغفار باید بکنه. بفهمه گناه ها را یا نفهمه، یک. و دوم، استغفار که استفاده میشه در متون دینی برای در عبادت استغفار استفاده میشه. و این معنی که وقتی که شما الله سبحانه و تعالی را عبادت میکنین، چون آنچنانی که شایسته هست الله سبحانه و تعالی که عبادتش بکنین نمیتونین، از او خاطر شما استغفار میکنین. یک برداشت که از این آیه میکنن که آنچنانی که لازم هست، حتی فرشته هایی که سالها میلیونها سال هست که در عبادت الله سبحانه و تعالی هست، آنچنانی که لازم هست، آنچنانی که الله سبحانه و تعالی شایسته عبادت و پرستش و حمد و ثنا هست، حتی فرشته ها امو حق والای شانه هست به شکل درستش انجام داده نمیتونن. از او خاطر حتی پیامبرا استغفار میکنن. این درکش آسان میشه اگه اما برای ما که باید همه ما استغفار کنیم، پیامبر صلی الله علیه و آله متواتر استغفار میکرد. راجع به کلمه استغفار، الله سبحانه و تعالی در هیچ جای کلمه مسابقه را چیز نمیکنه که شما مسابقه بدین. اما وقتی که راجع به استغفار میره، الله سبحانه و تعالی در اوج بیان میکنه که شما مسابقه بکنید. مسابقه که من قسمی که حاجی صاحب گفت سابقو الى مغفرت من ربکم، میگه مسابقه بکنین به طرف مغفرت ربتان. اما در مغفرت میگه مسابقه بکنین در کار خیر و در مغفرت از هر کس دعای کرده، تو از اطفالتان کرده، از خانمایتان هم کرده، خودتان مهم هستین. و در آخرش، در آخر آیت، انه کان توابا، که با تحقیق که الله سبحانه و تعالی توبه پذیر هست و توبه شما را میپذیره اگر شما توبه بکنه. و در توبه چهار شرطی که موجود هست، یک نفر که اگر گناه را مرتکب میشه در قدم اول باید نادم باشه از گناهی که مرتکب شده، قبول بکنه که گناه هست. دوم، نیت بکنه که در او گناه دوباره نمیگرده، نمیره او گناه، او کار انجام نمیده. سوم، کی را برای دگرا قصه نکنه، برای خود شاید نگره. حتی بسیاری کسا که یکمک رومانتیک مشنل میشن، گناه های را که مرتکب شده باز برای خانم خود گناه ها را میگه که اینی گناه کردم، اینی از لحاظ شرعی درست نیست. وقتی که الله سبحانه و تعالی سر گناه های پرده انداخت و پوشانیدش، تو قدر از این را بدان و سپاس که الله سبحانه و تعالی را استغفار بکن بیشتر، این را ضرور نیست برای دگرا قصه بکنی، برای خود شاید نگی. این شروطی که در توبه هست اگر یک نفر انجام بده، انشاءالله خداوند در قرآن عظیم شان زیاد از توبه یاد کرده که از علما یک روز راجع به الرحمن گپ میزد و بسیار یک مطلب خوب و خوب گفت که بعد از شرک دیگه گناه های بزرگ هست. یکی از گناه هایی که بزرگتر هست از دیگه گناه ها کرده که انسان با کلمات و جملات خودتو نشان بده که گناه های من زیاد هستم و الله سبحانه و تعالی نمیبخشه. این تقریبا مشابه با شرک هست. به خاطر ازی میگه که مشابه با شرک هست که الله سبحانه و تعالی اشرک در قرآن عظیم شان یاد کرده، اما مغفرت خود زیاد یاد کرده. وقتی کی گپ میزنی در حقیقت توی تو نشان میدی که گناه تو قدر آل کلان شده، گناه تو قدر آل بزرگ شده که اللهی که از مغفرت خود یاد میکنه، از بخشش خود یاد میکنه، گناه تو آل مغفرت الله سبحانه و تعالی را احاطه کرده، از او قدر بزرگ شده، از او خاطر میگنی گناه بزرگ هست. و از خداوند متعال میخواهیم که سوره را وقتی ما در نماز خود، در نمازهای خود میخوانیم، این می نقاطش اگر ما سرش فکر بکنیم میتونه انسان کمک بکنه. و جمله آخر، پیروزی وقتی که نصیب انسان میشه، معمولا پیروزی که نصیب میشه انسان بسیار سرکش میشه، اما این درس بر انسان میده که پیروزی وقتی که نصیبت شد نه تنها سرکش نشو، بلکه در آخر الله سبحانه و تعالی میگه در اول فتح و نصرت، در آخر نه تنها تو مغرور و سرکش نشو بلکه بیشتر استغفار بکن، بیشتر تسبیح بکن و بیشتر امید داشته باش بر مغفرت الله سبحانه و تعالی. و این از جانب خود ندان، اگه کامیاب شدی نگو که من یک کاری بودم که کامیاب شدم، بلکه این از جانب الله سبحانه و تعالی بدان و بیشتر استغفار بکن که پیروزی بیشتر نصیبت شود. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.